رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ساعتی پیش در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت تهران در رابطه با دو مکان مشکوک باقی مانده جزئیات جدیدی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده. محمد اسلامی گفته اگر مستندات ارسال شده به آژانس کافی نباشه، ایران با ارائه مدارک بیشتر روشنگری میکنه. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات ایران در تلاشند تا با حل و فصل پرسش‌های باقی مانده آژانس در مورد این دو مکان مشکوک مانع تمدید محدودیت‌های بین‌المللی علیه برنامه موشک ایران بشند. سه کشور اروپایی باقی مانده در توافق هسته‌ای 2015 برجام در صدد تمدید تحریم‌ها علیه برنامه موشک ایرانند. شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از اونتاریوی کانادا با مساق خلدی، فکر می‌کنید که این گزارشی که ایران به آژانس داده می‌تونه کاهش بده تنش‌های فعلی رو؟ درود بر شما جناب فرهزاد و خدمت همه بینندگانتون سلام عرض می‌کنم. باید ببینیم که چی میشه. برای اینکه آقای گروسی در خرداد ماه گذشته با پذیرفتن برخی از توضیحاتی که درباره دو مکان مشکوک دیگه مقامات در واقع سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ارائه داده بودن، راه رو برای اونچه که از نظر آژانس دستیابی به نظارت حد اقلی بود باز کرد، ولی این با اعتراض اسرائیلی ها مواجه شد و به نظر میرسه که حداقل در کوتاه مدت با توجه به مسائلی که شما گفتگو کردید درباره آقای نتانیاهو با همکاران دیگه بنده در قسمت قبلی برنامه، لزوماً از نظر اسرائیلی ها که حساس ترین قدرت منطقه‌ای هستند نسبت به مسائلی که در ایران در خصوص این سایت های مشکوک داره اتفاق میفته، رضایت بخش نباشه و ما کماکان افزایش تشنج رو شاهد باشیم توی منطقه. از سمت ایالات متحده همینجا در آمریکا، خانم گلی آمری، دستیار سابق وزارت خارجه آمریکا، به جویش اینسایدر، نشریه معروفی است اینجا در آمریکا، گفته که حزب‌گرایی یا گرایش‌های حزبی اینجا در آمریکا مانع اصلی پیشرفت در سیاست خارجی در مقابل ایرانه و گفته که باید یک رویکرد بایپارتیزان یا فراجناحی وجود داشته باشه در مقابل ایران. چقدر فکر می‌کنید که بحث سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران به شدت تحت تاثیر گرایش‌های حزبی قرار گرفته اینجا؟ 100% تحت تاثیر گرایش‌های حزبی قرار گرفته، ولی این رو فراموش نفرمایید و من یکم تعجب می‌کنم که خانم آمری فقط درباره تفاوت‌هایی که در حزب دموکرات هست صحبت کردن. همونجوری که مستحضر هستید، آقای میت رامنی، سناتور ارشد جمهوری‌خواه از یوتا، یک مقاله‌ای در وال استریت جورنال منتشر کرد در مورد اینکه چگونه جمهوری‌خواهان نباید اجازه بدن که یک کسی مثل ترامپ دوباره کاندیدای حزب جمهوری‌خواه بشه. بنابراین این اختلافات تقریبا در درجه اول باید در خود حزب جمهوری‌خواه ما اینا رو ببینیم، کما اینکه خود خانم آمری به اون جناحی از حزب جمهوری خواه تعلق داره که در واقع از سیاست سنتی حزب جمهوری خواه در برخورد با جمهوری اسلامی طرفداری میکنه و اون سیاست سنتی هم باز به نسبت خودش شاهین وش و تهاجمی هست و لزوماً صلح‌گرایانه نیست. چون من یک مقداری خودم فکر میکنم که خانم آمری میخوان یک راهی رو پیشنهاد بکنن که هر دو تا حزب بیان درش به یک میانه، به یک در واقع راه حل میانه‌ای برسن، ولی در این شرایط شدیداً برای من داغ انتخاباتی این اتفاق نخواهد افتاد. من این رو نمی‌بینم. ممنونم از شما، شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از اونتاریو کانادا.